بسم الله الرحمن الرحيم. در سبای آخرین موضوع رابطه با عمومیات شهمیات امروز مورد مطالعه قرار می دهیم، اما قبل از اینکه درس امروز را آغاز بکنیم بهتر است که به درس گذشته یک مرور مختصر بکنیم. خب دکتر سبای محترم، در درس گذشته موضوعی که مورد مطالعه قرار دادیم عبارت است فاسفولیپید بودن، و فاسفولیپید ما شما گفتیم که اگر ما دی جی را یا دای سرگلیسرول را با یک گروپ فاسفیت وصل کنیم و فاسفیت باز بنابه خود با یک الکل یا قلعه وصل شود، این را به نام فاسفولیپید یاد میکنیم. فاسفولیپید در عضویت ما شما رول ساختمانی دارد، در غشای ما شما، در غشای حجرات عضویت ما شما که از طرف سبب فاسفولیپید فوق العاده رول اساسی می داشته باشد و انزایمی که فاسفولیپید تجزیه میکنند به نام فاسفولایپیز یاد میکنیم، که نظر به اینکه کدام گروه از فاسفولیپید جدا میکنند به چهار نوع میباشد. خب این گلیسرول است، دو دونه فتی اسید برایش وصل است، یک فتی اسید دو ایره میگیم دایاسیل گلیسرول با فاسفیت وصل شد، نام از این مرکب فاسفاتیدیک اسید میشن، و اگر با فاسفیت باز با بیس یا قلوی وصل، قلوی یا با الکل وصل شد، ایره به نام فاسفولیپید یاد میکنیم. ببینید اکثرا انزایمی که تجزیه میکنند فاسفولایپیز ای توست، ای1 و ای2 که از اسید شمی جدا میکنن، ای1 اسید شمی اول جدا میکنن، ای2 اسید شمی دوم جدا میکنن. فاسفولایپیز سی که از فاسفیت و بیس جدا میکنن، و فاسفولایپیز دی که از تنها بیس یا قلعی را از فاسفولیپید جدا میکنن. مهمترین از نیا فاسفولایپیز ای2 است که در التهاب فعال میشن، و ای فتی اسید دوم از فاسفولیپید جدا میکنن. ای فتی اسید دوم که از عبارت از چی هستن؟ اکثرا اسید شمی غیر مشبوه می باشد که عبارت از آراکوتینیک اسید می باشد. و دیگه مهمترین انزایم دیگه که هستند که ما زد سر جسد فیزیولوژی بیشتر بحث می شود فاسفولایپیز سی است، و در بعض آخذه ها که هستند وقتی که فعال می شن، خصوصا آخذه نوع جی کیو که هستند که در تقلص عضلات مالسای رول دارد، باز فاسفولایپیز سی فعال میشن، و فاسفولایپیز سی اینی فاسفیت و بیس جدا میکنن، و معمولا محصول از دی ای جی هستن، دایسل گلیسرول که باعث سکن مسنجر یا پیام رسان ثانوی عمل میکنن، و همچنان محصول دیگهشن آی پی 3 که درس قبل خواندیم عمل میکنن. فاسفولیپید انواعشان فقط جای بیس تغییر میکنند، انواع مختلف فاسفولیپید اصل میشن. اگر جای بیس لیستین باشن فاسفات دایل کوری باشند، اگر به عوض نمو بیس کلین باشه این میگیم فاسفاتیدیل کلین، و اگر ایتانول امین باشه فاسفاتیدیل ایتانول امین، و اگر سیرین باشه فاسفاتیدیل سیرین، و اگر نیزیتول باشه فاسفاتیدیل نیزیتول اصل میشه. و یک نوع فاسفاتید دیگه که به نام کاردیلیپین یاد میشه، این در غشای میتوکندریا رول دارد. و دیگه یک نوع خاص فاسفاتید که به نام دای پالمیتایل استین یاد میشه، یکی هستن در سرفکتان تریه وجود دارد، و بعض اشخاص اگر سرفکتان کافی دیو تولید نشود یک مریضی به وجود میاد به نام ریسپایرتوری دیستریس سندروم نیو بورن یاد بشود، که در این تست که هستن سویه لیسیتین و سوینگ میلین که هست کمتر از 2% میباشد، 2% میباشد نسبت شما. یک نوع سوینگ میلین، یک نوع دیگه هست لیپید های مغلق هستن که برخلاف سفینگ و فاسفولیپید ایجا که هست بواز الکول گلیسرول سفینگوزین وش دارد، سفینگوزین با فرسید اصل میشن سرامایت، و سرامایت با فاسفوکولین اصل میشن سفینگ و میلین اصل میشن. ببینن این دستات اموم ساختمان یک فاسفولیپید است، یک اسید شمی و این هم میشن دیگه اسید شمی با گلیسرول اصل است، گلیسرول با فاسفیت فاسفاتیدیک اسید، اینی بیس تغییر می خورد انواع مختلف این فاسفولیپید اصل می شود. و این ساختمان شما همیشه در غشا می بینید که ما اگر به شکل سکیماتیک رسم بکنیم، یک فتی اسید می شود، یک فتی اسید دو، اینی به نام هید فاسفولیپید یاد می کنند، و این معمولا پولار یا قطبی هستن، منحل در آب است، تیلش منحل در شم است. از این خاطر این قسمت ما همیشه موجود به محیط آبی داخل حجره و خارج حجره میباشد، و قسمت که منحل در شم است و همیشه موجود به قسمت منحل در شم فاسفولیپید متقابل در غشا میباشد. و این سفینگ میلین است، تقریبا ساختمان مشابه به فاسفولیپید دارد، یک فرسی دارد، این هم دیگر تلی فرسی دارد، و اینجا
با فاسپیت و بالاخره با کلین وصل میشن، فاسپیت کلین وصل میشن، اینی مرکب رو به نام اسفینگ و میلین یاد میکنیم. و ای هم در سبا غشا است و جریبی هستند که در این فاسفولیپید ها وجود دارد. ببینید این فاسفولیپید است، این هیدروجن هستند که منحل در آب مواجه محیط آبی خارجی حجره و هید و این طرف هم هیدروجن هستند، فاسفولیپید هستند، این هیدروجن هستند منحل در آب است، پولار هستند مواجه محیط داخلی حجره میباشد. و دو تلش که هستند عبارت از دو فتی اسید هستند که مواجه یکدیگر میباشد در داخل حجره. و همچنان دیگه که شما میبینید این مرکب کلسترول است، این قسمت OH که منحل در آب است مواجه محیط آبی و قسمت متبقیشن که غیر قطبی است منحل در آب نیستن مواجه داخل در داخل حجره غشای حجره قرار شدن. و این یا که هستن باز به نام انتگرال پروتئین یاد میکنیم و این معمولا به حیث چنل FI وظیفه میکنن. این پریفر پروتئین یاد میشه دنیا که هست در شکل گیری غشا رول مهم داره. دیگه ای گلایکولیپید هستن که بالای لیپید ما چیکار میکنیم؟ کربوهیدرات علاوه میکنیم، معمولا این به حیث غذا اف آی وظیفه میکنن. و ای که هستن گلایکوپروتین است که بالای پروتین ما کربوهیدرات چی کنیم؟ علاوه کنیم. خب موضوعی که امروز در سایبا سرشان بحث میکنیم عبارت از ایکوزنایت هست. ایکوزنایت ها ببینید اول اکسونایت ها چی هستن. ایکوزان به معنای 20 است و اکسونایت ها عبارت از مرکباتی هستند که همیشان دارای 20 کربن می باشند. اکسونایت ها عبارت از مشتقات 20 کربن است مثلا ما و نیا از یک اسید شیمی به نام آراکیدونیک اسید حاصل می شود. این چند کربن دارد؟ 20 کربن دارد. و یک اسید شیمی پولی انسچرد است، یعنی یک اسید شیمی غیر مشبوه است که چندین رابطه تو کانون دارد. و یه آراکیدونیک اسید یعنی بیشتر از دو رابطه، بیشتر از یک رابطه دوگانه دارد. مجموعا آراکیدونیک اسید اگر شما متوجه شده باشید در درس‌های قبلی ای دارای چهار رابطه دوگانه هستند که از کربن پنجم شروع میشن. سه کربن بعد رابطه دوگانه دارد، در 20 کربن دارد، در کربن پنجم رابطه دوگانه دارد، پنجم سه در کربن هشتم رابطه دوگانه دارد، هشتم سه در کربن یازدهم رابطه دوگانه دارد و یازدهم سه در کربن چهاردهم یک رابطه ایت کنند. خب یه در کجا وجود دارد؟ بیشتر ما شما گفتیم یه رکب نکسی در غشا وجود دارد. در کدام مرکب غشا؟ در فصل پید. خب کدام اصل چمی شن هستن؟ اصل چمی کاربون دو می شن هستن. خب اکسونت ها چی کار میکنن؟ معمولا به های سهله موضوعی کوتاه مدت و سهله محدود چی میکنن؟ عمل میکنن. معمولا سهله های موضوعی هستن، سیگنال هایی هستن که نموجه که تولید می شود در آنجا تاثیر دارد. معمولا تاثیرشان کوتاه مدت هستن. یک دری کزنایت ها اعداد یک دو سه معمولا تعداد رابطه نشان میتن. مثلا اگر یک با پروستو مثلا اگر یک سنایت شماره یک باشد به این که یک رابطه گانه دارد، اگر دو باشد دو، اگر سه باشد سه، اگر چهار رابطه گانه داشته باشد دو، به نام یک سنایت شماره چهار یاد میکنیم. و اعداد ای وی سی که است مربوط به گروپ های جانبی هستن که در اکسنایت ها وجود دارد. خب چطور یا تولید می شود؟ اول انزایم داریم به نام فاسفولیپیز ای 2 که میالی سرشان مرور کردیم بالای چه تاثیر میکنن؟ فاسفولیپید غشای ما شما. وقتی بالای فاسفولیپید تاثیر کرد در سبا از غشای حجروی خصوصا از فاسفولیپید اسید شمی رو جدا میکنن. اما کدام اسید شمی؟ از نامشان پیداست، اسید شمی دوم. یه اسید شمی دوم که هستن عبارت از کدام مرکب می باشد؟ عبارت از آراکیدونیک اسید می باشد. ای آزاد می شود. و وقتی که آراکیدونیک اسید حاصل شد بالا از چند انزیم تصل میکنن؟ دو گروپ انزیم، یکی سایکل اکسیجنیز است و دیگه لایپ اکسیجنیز است. این دو گروپ انزیم وقتی که بالا آراکیدونیک اسید تاثیر کرد، آراکیدونیک اسید به چند گروپ تبدیل می شود؟ به سه گروپ. پروستانید ها که شامل پروستاگلاندین است، پروستاسیکلین است، ترومبوگزان است. گروپ دوم کدام هستن؟ لیوکوتروئین هست. گروپ سوم کدام هستن؟ لیپوکسین است. پس به سه گروپ تبدیل شد. پروستانید ها که شامل پروستاگلاندین، پروستاسیکلین و ترومبوگزان شد. دیگه گروپ دوم عبارت از لوکوتراین ها هستن، گروپ سوم چی هستن؟ لیپوکسین هست. دکتر صاحبا شما این سه گروپ مرکبات که میبینین انواع مختلف باز داره در کدام میشن؟ این یک گروپ مرکبات که میبینین که عبارت از پروستاگلاندین ها هستن، پروستاسیکلین هست، ترومبوگزان ها هستن و دیگه گروپ دوم که هستن لوکوتراین هاست، گروپ سوم که هست لیپوکسین هاست.
راست با همه از این مرکبات که هستن 20 کربن دارد و همه از این به نام چه میکنیم؟ به نام اکسونات حیات میکنیم. و یا چی وزی پر انجام میتن؟ معمولا به های سیاله موضوعی تاثیر دارد. این نیا معمولا از چی اصل میشود؟ از اراکوزین اسید اصل میشود. اراکوزین اسید از چی اصل میشود؟ از فاصل پیده غشا. وقتی که بالاشان کدام انزایم تاثیر کنند؟ فاصل پیز ای تو. و اراکوزین اسید به کمک کدام انزایم برای سی گروپ مرکبات یعنی اکسونات حیات تبدیل میشود؟ هیچ کار زیاد ندارن. یکشان سایکل اکسیجنیز است و دیگه لایپ اکسیجنیز. باید داشته باشین. وقتی که بالای اراکوجنیک اسید ما تختر ما سلاید که ما کی پاک میکنیم دوباره سر هایلایت میسازیم. ببینین وقتی که سایکل اکسیجنیز بالای اراکوجنیک اسید تاثیر کنن در سبب باید داشته باشین کدام گروه مرکبات اصل میشود؟ پروستاگلاندین، پروستاسیکلین و ترومبوگزان اصل میشود. و زمانی که لیپوکسیجنیز بالای اراکوزینیک اسید تاثیر کنند باز با کدام مرکبات تبدیل می شود؟ لیوکوترین ها و لیپوکسین ها. پس اگر کدام جای سوال مطرح شوند که پروستاگلاندین با کمک کدام انزایم از اراکوزینیک اسید تاثیر می شود، هیچ کاری نتوان کرد. ایبارتس با کمک انزایم سایکل اکسیجنیز و با کمک کدام انزایم اراکوزینیک اسید به لیوکوترین تبدیل می شود؟ لایپو اکسیژنیز. و ایجا اگر تفاوت دوستان مهم کلینیکی هم دارن ما خب پروستاگلاندین ها به صورت عموم در التهاب فوق العاده رول مهم دارد. پس بنان اگر ما بخوایم التهاب رو نهی کنیم یک راه نهی التهاب ما چیکار میکنیم؟ از ترکیب پروستاگلاندین ما میتونیم جلوگیری بکنیم. چطور میتونیم جلوگیری بکنیم؟ ما باید لایپوکسیجنیز نهی کنیم. وقتی لایپوکسیجنیز نهی شد انال اراکوزینیک اسید با پروستاگلاندین تبدیل میشود و التهاب نهی میشود. ما شما امروز سر این موضوع بحث میکنیم. خب وقتی که ما این مسیر نهی کردیم انال اراکوزینیک اسید عمدتا به چه تبدیل میشود؟ زیاد به لیوکوترین ها تبدیل میشود. و باید داشته باشین که لیوکوترین ها در سبب در برانکوسپازم یا تقبض قصبات فوق العاده رول مهم دارد. از این خاطر باز در مریضانی که استما یا نفس تنگی دارد امکان دارد مقدار زیاد اراکوزینیک اسید به زیاد لیوکوترین تبدیل شود. وقتی زیاد به لیوکوترین تبدیل شد انال شدت این مریضان بیشتر میگردد. پس بناهن دواهایی که سایکل اکسیجنیز را نهی میکند که به نام انسید یا نان استرویتر آنتی انفلاماتوری دراگ زیاد میکنیم شامل بروفین است، آسپرین است، اندومیتاسین است و غیره دوا هستند که ما در فارماکولوژی با تفصیل مطالعه خواهد کردیم. انان ای سایکل اکسیجنیز که نهی شد انان لیوکوترینیک اسید بیشتر به لیوکوترین ها تبدیل میشود. لیوکوترین ها سبب تقبض قصبات و بالاخره استما را شدت میبخشد. پس بنان این موضوع را باید یاد داشته باشین. به همین ترتیب ما باز دوایی داریم که لیپوکسیجنیز رو نهی میکنند. وقتی لیپوکسیجنیز نهی شد چی که میشه؟ لیکوترین ها تولید نمیشه. لیکوترین ها تولید نشدن تقبض قصبات صورت نمیگیرد. مثلا دوایی که کار میکنند زلوتان هستن و زلوتان لینزان میکنه نهی کرد پس بینان لیکوترین ها تولید نمیشه. لیکوترین ها تولید نشدن از بروز استما در این مریضان ما میتونیم جلوگیری بکنیم. از این خاطر ای دوا به نام زلوتان کد می شود در وقایع استما مورد استفاده قرار می گیرد. خب در سبا اکسونات های مسیر سایکل اکسیجنیز که عبارت از چی هستن؟ پروستاگلاندین ها هستن. اول چی موضوع ببینید در سبا چی صورت می گیرد. اول انزایم می دانیم به نام کوکس یا سایکل اکسیجنیز به نام کوکس هم یاد می شود. چیکار میکنن؟ اراکوزینیک اسید در ابتدا با پیشقدم پروستاگلاندین ها چی هستن؟ پروستاگلاندین جی 2 است تبدیل می شود. جی 2 بعدا با پروستاگلاندین اچ 2 تبدیل می شود و پروستاگلاندین اچ 2 چی می شود؟ با سه گروپ مرکبات تبدیل می شود. بیشتر ما شما گفتیم پروستاگلاندین هستن، پروستاسیکلین هستن و ترومبوگزان هستن. اول از اینا که هستن پروستاسیکلین است یا به نام دیگهش که هستن پروستاگلاندین آی 2 است. متوجه باشین که پروستاگلاندین آی 2 نام دیگهشان پروستاسیکلین است. اول توسط کدام حجره تولید می شود؟ توسط اندوتل وی آی. خب ببینید سبا اندوتل عبارت از اپیتلی هستن که سطوح داخلی اویه را پوشاندن و چطور این موضوع باید تن باشن که
که وظیفه پروستاگلاندین چی است اندوتل؟ اول وظیفه اندوتل باید بفهمیم. یکی از وظایف بسیار مهم اندوتل که هستند تهیه سطح لشم هستند که از باید از تشکیل علاقات غیر نرمال در اویه جلوگیری باید بکنند. یعنی یک از وظیفه اندوتل نمیست که اویه باید بدون کدام مورد به شکل پاتولوژیک باید بس صورت فیزیولوژیک باید در اویه علاقه صورت نشود، خون علاقه نشود، یعنی علاقه صورت نگیرد. پس اندوتل با کدام میکانیزم میتونن که از تشکیل علاقه در اویه جلوگیری بکنند؟ خب بنابر تولید پروستاگلاندین، پس یکی از یک طریقی که بتونن از تشکیل علاقه جلوگیری بکنند اندوتل چیکار میکنن؟ پروستاگلاندین یا پروستاگلاندین آی 2 رو تولید میکنن. از کدام مرکب تولید میکنن؟ از آراکنولیک اسید. به کمک کدام انزیم؟ سایکلوکسینیز. وقتی تولید شده چیکار میکنن؟ برای از اینکه پروستاگلاندین آی 2 یا پروستاگلاندین از تشکیل علاقه جلوگیری کرده بتونن، اینها باید دو چیز انجام دهند. یک، اویه را باید توسعه دهد، و دوم، صفحات دمویه که سبب تشکیل علاقه می شود ایره باید نهی بکنند. وقتی نهی کردن در نتیجه تشکیل ترومبوز به موارد چی می شود؟ جلوگیری صورت می گیرد. پس باید داشته باشین که اندوتل نه تنها پروستاگلاندین را جهت جلوگیری از ترومبوز به موارد تنها پروستاگلاندین تولید می کنند، بلکه نایتریک اکساید را هم تولید می کنند. پس پروستاگلاندین و نایتریک اکساید هر دویشان عینی تاثیر دارد، هر دویشان از این توسط اندوتل تولید می شود و هر دویشان با آخذه های وصل می شود. وقتی با آخذه حاصل شدن سبب چی می شود؟ ای تی پی را به سیکلیک ام پی تبدیل می کنند. این میکانیزم حجروی شان هستند و سیکلیک ام پی چی کار می کنند؟ از آزاد شدن کلسیم جلوگیری می کنند. وقتی کلسیم نباشد انال ما آخذه های داریم در خود صفحه دمویه که به نام گلایکوپروتین 2B 3E یاد می شود و این آخذه ها سبب می شوند که با کمک نمی آخذه هاست پلیتلت ها صفحه دمویه به همدیگر وصل می شود. وقتی که سیکلیک ایم پی باشد و کلسیم سویش کلسیم پایین باشد، انمی آخذه ها که از غیر فعال است. وقتی آخذه ها غیر فعال باشد در نتیجه آن صفحه دمویه به هم وصل شده نمیتونم. خب در سبا افراز کلسیم، اگر کلسیم افراز شود آخذه های جی پی یا گلایکوپروتین 2B 3A در صفحه دمویه که هستن فعال می شود. مثلا کی فعالش میکنن؟ ترومبین و ADP. وقتی فعال شدن و در نتیجه صفحه دمویه با هم وصل و بالاخره تشکیل علاقه را صاحب می شود. از این خاطر باز یک گروپ دوای داریم به نام کلوپیدوگرل که او باز آخذه ADP را چی میکنه؟ نهی میکنه، نمیمانند که اینی آخذه گلایکوپروتین 2B 3A فعال شود و صفحه دمویه با هم تجمع بکنند. و این دوا که هستن کلوپیدوگرل که هستن در مریضانی که مشکلات قلبی دارن و مساعد به ترومبوز ویایی هستن، برای اینا ما توصیه میکنیم، خصوصا برای مریضانی که به در مقابل آسپرین عرض آرامش به اصلاح عرض آرامش بیشن بیشتر باشد. خب گپای ما شما رو در این سلاید بسیار واضح گفته شدن. ببینین پروستاگلاندین و نایتریک اکساید چی کار میکنن؟ با اخصه هایش وصل شد ای تی پی رو به سیکلیک ایم پی تد میکنن. سیکلیک ایم پی که زیاد شد باز از کلسیم را از آزادشان کلسیم در داخل اجره جلوگیری میکنه. وقتی کلسیم کم شد اینی آخذه، این آخذه چی نام دارد؟ گلایکوپروتین 2B 3A که هستن غیر فعال میشه. وقتی غیر فعال شد صفحه دمویه به هم وصل نمیشه. دیگه اکسونال هایی که از تو با کمک سایکلوکسینیز تولید می شود از پروستاگلاندین H2 عبارت از ترومبوگزان E2 هستن. ترومبوگزان E2 یا TXE2. اینیا ببینن از نامشان پیداست، در نام خود چی دارد؟ ترومبو دارد. پس اول چرا ترومبو دارد؟ به خاطر از اینکه توسط ترومبوسایت تولید می شود. توسط کدام حجره تولید می شود؟ ترومبوسایت یا صفحات دمویه تولید می شود. خب وظیفه صفحات دمویه چی هستند؟ همیشه ما می فهمیم که وظیفه صفحات دمویه تشکیل علاقه است.
به صفت ما برای زی که صاحب تشکیل علاقه شود چی کار میکنند؟ دو وظیفه انجام میتن. یک تقبض ویایی هستن، دوم تجمع صفات دنامیه. وقتی که صفات ما با هم جمع شدن و تقبض ویایی صورت گرفتن، در نتیجه تنبوس صورت میگیرد. از این خاطر هستن که امی میدوتوری که ترومبوسایت تولید میکنن و بعد نتیجه آن علاقه صورت میگیرد، ایره به نام ترومبوگزان A2 یاد میکنیم. از این خاطر نام ترومبوسایت هم که ترومبو دارن، ترومبوز به معنی عرق است، ترومبوسایت حجراتی که سبب ترومبوز می شود، و ترومبوگزان یکی از میدیتور های هستن که ترومبوسایت تولید میکنه و سبب در تشکیل علاقه کمک میکنه. آسپرین با نحی انزایم سایکلوکسینیز نمیمانند که ترومبوگزان تولید شد. ترومبوگزان تولید نشدن، پس علاقه از علاقه خون میتونن جلوگیری بکنن. از این خاطر آسپرین رو میتونیم باعث دوای ضد علاقه مریضان توصیه بکنیم. خب میکانیزم تاثیر ترومبوگزان برعکس پروستاسیکلین هستن. ترومبوگزان با مدیترهای دیگه تاثیر مشابه دارد، مثلا ترومبین، مثلا ADP، مثلا ترومبوگزان. این هر سه مدیتر که هستن تاثیر مشابه دارد. تاثیر مشابهشان چی رقم است؟ با غذاها وصل می شود. وقتی با غذاهای مربوطه وصل شدن، اینا چی میشن؟ دیگه کلسیم را آزاد میکنند. کلسیم که آزاد شد، آخذهای گلایکوپروتین 2B3A فعال می شود. وقتی فعال شدن، در نتیجه پولی فیبرینوجن اینی آخذه ها با هم دیگر وصل می شود و بلا با کمک اینی می آخذه صفحه دماغ با هم وصل می شود و در نتیجه علاقه تشکیل می شود. خب وقتی کلسیم آزاد شد از خود صفحه دماغ و اینجی های دیگر نیز به شمول ترومبوگزان چی میکنن؟ آزاد می شود. خب ایک دیگه گروپ اکسونات هایی که از مسیر سایکلوپتینیز اصل می شود عبارت از پروستاگلاندین D2 و E2 هستند. این یکی از دلایل فوق العاده رول مهم دارد و بلاواتن صاحب توسعی بیهایی می شود، افزایش نفوذات اویار صاحب می شود، افزایش عرصه درد در مقابل میننجی های مانند هستامین، بدیکاینین و سیرفرین می شود و همچنان در دماغ بالای مرکز کنترل حرارت تاثیر میکند و صاحب تب میگردد. پروستاگلاندین یکی از صاحب تلاموس بالا مرکز تنظیم در حرارت بیشتر ما گفتیم و صاحب تولید تب در التهابات میشود. و پروستاگلاندین E2 برلوه رول محافظوی در میده هم دارد و سبب تولید مخاط میشود و در نتیجه از تخریبات تزاب میده را محافظت میکند. از این خاطر کسانی که دوایی که سایکلوفچینز رو نهی میکنن، مثلا آسپرین یا بروفین یا هم اندومیتاسین، انواع مختلف دوا هستن، اینا چیکار میکنن؟ این دوا را که ما توصیه میکنیم از تولید پروستاگلاندین E2 نیز جلوگیری میکنیم که در معده امی میکانیزم وقایوی تخریب میشن، مفسدی تخریب میشن و بالاخره تزاب معده سبب تخریب خود معده میشود که از این خاطر یک از عوارض جانبی این گروپ دوا میشن. در این سلاید تمام موضوع را ما خلاصه میکنیم. ببینید ما غشا داریم، در غشا فاسفولیپید داریم. برای فاسفولیپید چی تسلیم میکنن؟ فاسفولیپید E2 در التهاب مثلا. مرکبی که زیاد آزاد میشن کدام مرکب هستن؟ اراکیدنیک اسید است. و تمام میدیترهایی که از نمی اراکیدنیک اسید اصل میشود به نام اکسونات حیات میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه مانند اراکیدنیک اسید همیشه 20 کاربن دارن. خب میام سری اولین گروپ مرکبات لایپوکسینز بالای اراکیدنیک اسید تاثیر میکنه. وقتی بالای اسید تاثیر کردن، اول با مرکب به نام 5-HPETE یا 5-هایدروکسیپروکسی ایکوزان تترا ایونیک اسید اصل میشود. ایکوزان ایونیک اسید اصل میشود و این مرکب که یک پیش قدم است هیچ وظیفه انجام نمیدن. یکی از این مرکبات که اصل میشود 5-هایدروکسی ایکوزان تترا ایوک اسید حاصل می شود و یه وظیفه از چی هستن که متاکسس است و بعد از این مرکبی که حاصل شد باز
میتونن تبدیل شد به چی؟ به لیکوتراین ها. لیکوتراین ها همیش در سبا باید داشته باشین، همه اکسونات هایی که از مسیر لایپوکسینیز اصل می شود در آخر خود عدد 4 دارند، یعنی همیشان داره 4 رابطه هستند. تارک شما دیگه هم میبینن که مثلا یک از ای تیش که هستن از تترا یویک اسید هستن، یا ایکوزان تترا یویک اسید، یعنی دارای چند رابطه دوگانه هستن؟ دارای 4 رابطه دوگانه هستن. خب اول مرکباتی که اصل میشود عبارت از لیکوترین هست. لیکوترین اولین لیکوترین ایست، بعد از او بیست، بعد از او سیست، دیست، ایست، همیشان در آخر خود چند دارد؟ کدام عدد دارد؟ 4 دارد. پس اولین مرکبی که اصل میشود لیکوترین ای فور اصل می شود، یا LTA4. اینی هیچ وظیفه را انجام نمی دهند. این کس پیش قدم دیگر لیکوترین ها، دیگر لیکوترین ها از این اصل می شود. کدام لیکوترین اصل می شود؟ لیکوترین B4 اصل می شود. این چی رول دارد؟ یکی متاکسیس رول دارد، یعنی صاحب دعوت نیتروفیل در ساحل تابی می شود. دیگر لیکوترین E4 با چی تبدیل می شود؟ در قصبات مثلا خواستن به C4, D4, E4 تبدیل می شود. اینی هر سهش که هستن یک جا به شکل کامپلکس با خزه خود وصل می شود، دو زفر انجام می تن. برانکوس فازم که شما دیجه می بینین ثابت قبض قصبات می شود، و دیگه کستن انکریز پرمیبیلیتی صاحب نفوذیت اویا می کنن. خب دیگه بالا انمی 5 HPETE یک انزایم دیگه با نام 12 لایپوکسینیزاتفل لایپوکسینیز تصدیل میکنند، و ایره با لایپوکسین A4 B4 تبدیل میکنند که بعدا هر دویشان سبب کنترل التهاب میشود، نه مانند که التهاب سبب تخریبات بیشتر کرده. خب اکسونان های مسیر سایکلوکسینیز کدام هستن؟ اول پروستاگلاندین G2 است، بعد از او H2 بهش تبدیل میشود. اول ما شما گفتیم پروستاسیکلین یا پروستاگلاندین I2 تا سیندیتل تبدیل میشود، صاحب باز رالیشن و نهی تجمع صفحه دموی هم میشود. تار که شما در اسلاید ببینید، ببینید که باز رالیشن هستن و صفحه دموی از هم دیگر دور قرار میگیرن. دیگر ترومبوگزان A2 هستن که تاسته پلتلت داد میشود و هیچ کار میکنن. یک باز کانسترکشن شما در اینجا میبینید و دیگر تجمع صفحه دموی و بالاخره علاقه خون صورت میگیرن. پروستاگلاندین A2 و D2 که هستن در التهاب تولید میشود و این سبب افزایش نفوذیت اویه، سبب توسعه اویه میشود و بالاخره سبب تب و درد در التهاب میشود. خب در سبب ای بود اکسانیت ها. پس یک موضوع که من میخوام یادآور شوم که دیجه پاس تقریبا شما چندین فصل فارماکولوژی را بخیر در بخش فارماکولوژی مطالعه خود کردین، اما ما کما که اشاره میکنیم که انمی انزایم فاسفولیپیز ای 2 که هستن ما میتونیم توسته چی نهی کنیم گروپ دوای به نام استراید، مثلا دکسامتازون، پریدنیزولون و غیره دوا هستن. استراید وقتی که نهی کرد چی میشن؟ پروستاگلاندین ها تولید نمیشود و التهاب خاموش میگردد. پس خاطر استراید ها رو ما میتونیم در التهاب های مزمن توصیه بکنیم. دیگه وقتی که پروستا فاسفولیپیز ای 2 نهی شد اراکودنیک اسید اصل نمیشه، وقتی اراکودنیک اسید اصل نشدن لیکوتراین ها اصل نمیشه، لیکوتراین ها که اصل نشدن برانکوس فازم صورت نمیگرد. از این خاطر استروید ها رو ما میتونیم در اسما هم توصیه بکنیم، اما قدم اول نیست، قدم دوم است، دوای خط دوم است. دیگه گروپ دوایی که ما داریم به نام انزایم سایکلوکسینیز که نهی میکند، این دوا رو به نام انسید یاد می شود، نان استروئیدال آنتی انفلاماتوری درگز شامل بروفین است، آسپرین است، غیره هستند. اینیا با سایکلوجنیز نهی میکنند که معمولا بازم پروستاگلاندین ای تو دی تو تلده می شود در التهاب، وقتی تلده نشتن بالاخره تب و درد و بالاخره خود پروسه التهابی نهی میکنند. دیگه دوایی که داریم لایپوکسینیز را نهی میکنن، این دوا که عبارت از زلوتان هستن و این دوا چیکار میکنن؟ زلوتان که هستن وقتی که نه نهی کرد پروستاگلاندین ها لیکوترین ها تولید نمیشه، لیکوترین ها که تولید نشدن از تقبض قصبات جلوگیری میشود که در مرزان استما استفاده میشود. همچنان ما میتونیم آخذه لیکوترین C4 D4 E4 را نهی کنیم که یک گروپ دوا را به نام
مانتلوکاس دو گروپ دو دو دوا دو یک گروپ وجود دارد، یکی مانتلوکاس و دیگه زفیرلوکاس. و به مریضان اسما ما توصیه میکنیم خصوصا برای پیشگیری حملات اسما توصیه میکردند. و در نتیجه آخرزه ازی که نهی شد با ازی گروپ الکترون ها سی پور دی فور ای فور که نهی شد و اینیا با اختصاص شده نمیتونن سبب برانکس فصل نمیشه. ای بود درس مجزی تان در سبا. وقت خوب داشته باشین.